لیگ برتر فوتبال ایران سرانجام در میانه هیاهوی کرونا و فساد مسئولین فدراسیون به پایان رسید. 19 دوره لیگ برتر با حاشیه‌های فراوان و تأخیر در 31 مرداد 98 با دیدار پرسپولیس و پارس جنوبی آغاز و پس از 4 ماه تعطیلی به دلیل کرونا و حاشیه‌های بسیار در پایان مرداد 99 با دیدار پرسپولیس و سایپا خاتمه یافت. پرسپولیس برای 4 سال متوالی قهرمان شد و نایب قهرمانی به استقلال رسید. فولاد خوزستان با کسب عنوان سوم به همراه سرخابی ها سهمیه لیگ قهرمانان آسیا را گرفت. تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان نیز به ترتیب 4 و 5 شده. در آغاز لیگ 19 سال گذشته فدراسیون تحت تأثیر اتفاقات فینال جام حذفی و درگیری های تبریز و اصفهان و به بهانه برقراری الزامات ایمنی و امنیتی لیگ را به تأخیر انداخت و هشدار داد باشگاه هایی که ورزشگاه هایشان ایمن نباشد بازی هایشان در شهر یا استان بیطرف و بدون حضور تماشاگران برگزار می شود. هشداری که در حد همان هشدار باقی ماند. پس از استعفای مهدی تاج از ریاست فدراسیون در پی فساد در عقد قرارداد زیانبار با مارک ویلموتس برای هدایت تیم ملی، لیگ 19 به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا برای 118 روز به تعطیلی کشیده شد و پس از کش و قوس‌های فراوان با دیدار استقلال و فولاد از هفته 17 دنبال شد. فولاد خوزستان در آن دیدار به برتری رسید، ولی این لیگ با سقوط 2 جنوبی شاهین شهرداری بوشهر و پارس جنوبی جم به لیگ دسته 1 به کار خود خاتمه داد. لیگ 19 در حالی به پایان رسید که مهمترین موضوع فوتبال ایران محکومیت سنگین و تاریخی 179 میلیارد تومانی ایران در پرونده ویلموتس است. گزارش علی مادی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.